بسم الله الرحمن الرحیم. آجرک الله یا صاحب الزمان. سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما محبان و عزاداران حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، از بهشت خدا بین الحرمین استدیوی حضرت ام البنین مهمان منازل شما هستیم. الحمدلله این توفیق رو پیدا کردیم که یک شب دیگه با ویژه برنامه بیت الاحزان سفره دلمون رو باز کنیم و بشینیم پای معارف حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. امیدواریم این چند شبی که برنامه تقدیم حضورتون شده مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. این چند شب از مناقب و فضائل و مصائب بیبی گفتیم، از احادیث نورانی که حتما شما بزرگواران شنیدید، اما قرار این شبها مروری کنیم بر زندگی نامه بیبی و تجدید بیعتی کرده باشیم و اینکه بگیم فاطمیه دیگه ای اومد و ما عزادار حضرت زهرا هستیم. در مقام و منزلت صدیقه کبرا باید کسی صحبت کنه، شخصیتی که این بیبی بزرگوار رو درک کرده باشه، مانند امیرالمؤمنین همسر صدیقه کبرا سلام الله علیها، که هر چند زندگی کوتاهی داشتن اما زندگی که همه عالم قبطه این زندگی رو می‌خورن. امیرالمؤمنین افتخار همسری حضرت صدیقه رو داره و همه جا مولا امیرالمؤمنین علیه السلام این رو نقل کردن از فضائل بیبی بزرگوار صدیقه کبرا. در روایتی اینطور مولا نقل کردند: من همسر بتول هستم، همان کسی که سرور زنان جهانیان است. چه افتخاری از این بالاتر برای امیرالمؤمنین که همسرشون سرور زنان جهانیان است. یه نکته ای که بیبی خیلی خواستگار داشتن، خیلی خواستگارها اومده بودن خدمت پیغمبر، اما پیغمبر جواب رد به اونها داده بود. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام همسر صدیقه کبرا شدن؟ در روایتی خیلی زیبا اینطور نقل شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینطور می‌فرمایند که من فاطمه را به ازدواج در نیاوردم مگر پس از آن که خدای متعال مرا به این ازدواج امر کرد. ازدواج آسمانی که هر کسی لیاقتش رو نداشت و فقط شایسته ازدواج حضرت زهرا امیرالمؤمنین بوده و بس. اشاره داشتیم خواستگاران زیادی داشتن صدیقه کبرا، اما اولیش اینه که هر کسی لیاقت نداشت و امر خدای متعال بود. احادیث نورانی که در این زمینه زیاد الحمدلله هست و بهره بردیم. پیغمبر اکرم در حدیث زیبای دیگه می فرمایند من خورشیدم و علی علیه السلام ماه و فاطمه زهره ناهید، حسن و حسین دو ستاره نورافشان هستند. همه ما درس گرفتیم از زندگی نامه صدیقه کبرا سلام الله علیها، زندگی که مدتش شاید کوتاه بود اما به همه عالم اثبات کرد همسرداری چطوری هست، اخلاق در خانه، کار در خانه. خیلی از این موارد رو در مباحث قبلی که از شبکه حضرت ابوالفضل دیدین به اون پرداخته شده، حول محور زندگی نامه حضرت صدیقه کبرا و زندگیشون با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اما این شبها اومدیم بشینیم و زانوی ادب بزنیم پای درس صدیقه کبرا که از فضائل و مناقبشون بدونیم و برای مصائبشون رو هم گریه کنیم. امشبم الحمدلله میخوام زانوی ادب بزنیم و بنشینیم پای معارف اهل بیت و فضائل حضرت صدیقه کبرا و بهره ببریم از استاد آقای شیخ حسن آقای قاسمی. الحمدلله این چند شب مهمان منازلتون بودیم. امیدواریم این برنامه ها که تقدیم حضورتون شده تا این قسمت مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. ببینید و بهره ببرید. انشاءالله در ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک و لعن اعدائهم اجمعین به عدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا ارحم الراحمین. بسیار مسرور و خوشبختم که از کنار مرقد نورانی حضرت سید شهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و آقا و اربابمون باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس، یعنی بین الحرمین، بهشت خدا روی زمین، مباحث جهاد فاطمی را محضر شما عزیزان و دوستداران حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم میکنم. بحث ما به اینجا رسید که اگر بخواهیم عظمت جهاد فاطمی حضرت زهرا که بالاترین جهاد در عالم هستی است، اگر بخواهیم عظمت این جهاد را بفهمیم و پی ببریم به عظمت این جهاد، باید دشمن شناسی هم بکنیم. یعنی ببینیم اونهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل اونها ایستاد، اونها چه کسانی بودند، فکر و اندیشه اشان چه بود، چه توطئه های علیه دین و روح دین و شخص پیغمبر و امیرالمؤمنین داشتند. وقتی به عمل کرد اونها پی ببریم و تحلیل کنیم تاریخ اونها را، بعد عظمت جهاد حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر برای ما روشن می شود. خب، در عمل کرده جبهه حزب سقیفه که به تعبیر قرآن منافقین و بیمار دلان بودند، خصوصیات و ویژگی های از اونها برشمردیم. وعده دادیم که نمونه هایی از مخالفت های این بیمار دلان که بعداً در قالب حزب سقیفه به وجود آمد و اعتراض ها و جبهه گیری های اونها که گاهی از اوقات صریحاً رو به روی پیغمبر خدا می ایستادند و مخالفت صریح با فرمایش پیغمبر خدا می کردند، به نمونه هایی از این امور بپردازیم و اشاره کنیم. گرچه این قصه بس غمگین و غمبار و تأسف بار است و ساعت ها و ده ها ساعت حرف و حدیث و قصه دارد، ولی ما کوتاه به بعضی از نمونه های این مطلب اشاره می کنیم. نکته اول، فرار از جنگ ها. منافقین و بیماردلان که بعداً به عنوان حزب سقیفه معرفی شدند، یکی از کارهایشون آن بود که در جنگ هایی که وجود نازنین پیغمبر خدا بیشتر این جنگ ها را خود فرماندهی می کرد و 80 و خورده‌ای جنگ بین مسلمان ها و بین کفار و مشرکین برپا شد، در تمام این جنگ ها فرار غیر کرار بودند، فرار می کردند یا در گوشه ای پنهان می شدند. چون افکاری برای آینده داشتند، در جلسه قبل عرض کردم به ظاهر آینده نگر بودند، یعنی دنبال این بودند، دنبال موقعیتی بودند که به قدرت برسند و به حکومت برسند و اصلا به خاطر طمع این حکومت به ظاهر اسلام آوردند. لذا حاضر نبودند در میدان جنگ، در صف اول جنگ شمشیر بزنند که مبادا کشته شوند. و از طرفی دیگر جهاد و مجاهد برای کسی است که عقیده به جهاد داشته باشد و اینها عقیده به جهاد و عقیده به دین نداشتند.
منافقانی بودند که در باطن ایمان نداشتند، لذا چرا جهاد کنند؟ همیشه اهل فرار بودند. ابن ابوالحدید معتزلی سنی هم به این مطلب اشاره دارد که و این انسه لم انسه، هر چرا فراموش کنم، در قصائد علویه سبعه خودش در اشعارش آورده از این عالم سنی که هر چرا فراموش کنم، فرار اون دو خلیفه را هیچگاه فراموش نمی کنم که چطور از جنگ ها فرار می کردند. حالا بعضی از نمونه هاش که مورخین خود اهل سنت هم ذکر کردند، در غزوه احد، در جنگ احد که از بالاترین و عظیمترین جنگ های عالم اسلام است، مورخین حتی از مورخین اهل سنت نوشتند و من المنهزمین یوم احد عمر و منهم عثمان. منهزمین از هزم می آید، یعنی از کسانی که فرار کردند. در جنگ احد جناب عمر ابن خطاب و عثمان بود. ان هزموا حتی بلغوا موضعا بعیدا، از میدان جنگ گریختند، رفتند به جاهای دور و دور و دور. ثم رجعوا بعد ثلاثه ایام، و بعد از 3 روز برگشتند به میدان جنگ. نمونه دیگر آن در جنگ خیبر است. در جنگ خیبر سپاه اسلام با سپاه کفر یهودیان مقابله میخواست بکند. روز اول وجود نازنین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه پرچم را به دست ابوبکر ابن ابی قحافه داد و لشکر را به او سپرد، ولی جناب ابوبکر وقتی آمد تا به مرحب یهودی و سپاه و قلعه یهودیان برخورد کرد، ترسید و فرار کرد. همه مورخین اهل سنت فرار ابوبکر را از سپاه کفر یهود نوشتند. روز بعد پیغمبر خدا جان عالم به فداش پرچم را به دست عمر ابن خطاب داد، او هم با لشکری رفت و برگشت و فرار کرد. روز سوم نازنین رسول خدا فرمود لأعطین الرایه غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا پرچم را به دست پرچمداری می دهم که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر او را دوست دارند. همه منتظر که پرچم به دست چه شخصیتی و چه آقایی، و پرچم را داد به دست پرچمدار عالم اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در تاریخ معتبر فریقین حتی اهل سنت به روایت معتبر موردی پیدا نمی کنیم که این آقایان یک نفر از کفار و مشرکین را به زمین زده باشند و کشته باشند. همیشه فرار می کردند. اون که در تمام مواقع و زمینه ها کنار وجود نازنین پیغمبر خدا بود، حتی در همین جنگ احدی که گفتم این آقایان فرار کردند، ولی اون آقایی که 90 زخم و شمشیر به بدن مبارکش خورد، هی به زمین می افتاد، هی بلند می شد، پیغمبر را دفاع می کرد، کسی نبود جز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که جبرئیل از عظمت و شجاعت و ایثار و فداکاریش به حیرت افتاد و بین زمین و آسمان صدا زد لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پس یکی از کارهای این منافقین و بیماردلان و مخالفتشون با پیغمبر فرار از جنگ بود، و توجه دارید فرار از جنگ گناه کبیر است. کنار پیغمبر خدا باشی و پیغمبر را تنها بگذاری، کنار نازنین رسول خدا و فخر عالم و فخر انبیا و اولیا باشی و به پیغمبر خدا پشت کنی و او را تنها بگذاری، چه گناهی و جرمی و جنایتی بالاتر از این؟ در مسند احمد جلد اول این نقل رو ذکر می کند که ابن مسعود میگه در جنگ حنین
که سپاه اسلام 12,000 نفر بودند. عنایت کنید، یک سپاهی که 12,000 نفر بود، فولا عنه الناس، میگه خیلی از اینها فرار کردند. وجود نازنین حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا در خطبه فدکیه در یک قسمتی از این خطبه به این مطلب هم اشاره میفرماید: و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون. فرمود اونجایی که پسر عمم علی ابن ابی طالب یک کتاز میدان جنگ بود، یک کتاز ایثار و فداکاری و شهامت و شهادت بود، شما کجا بودید؟ و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون، راحت و سرخوش بودید، از جنگ فرار می کردید که گزندی به شما نرسد. تتربسون بن الدوائر و تتوکفون الاخبار، منتظر بودید که بلایی سر ما در بیاید، از جنگ فرار می کردید، منتظر بودید که لشکر اسلام شکست بخورد، به کفار بپیوندید و گوش به زنگ اخباری بودید که به ضرر و زیان اسلام و مسلمین باشد. و تتوکفون الاخبار، منتظر اخباری بودید که به ضرر مسلمان ها، منتظر خبر شکست مسلمان ها بودید. و تنکسون عند النزال و تفرون من القتال، در زمان جنگ عقب نشینی می کردید و فرار می کردید. در روز روز، در روز روزش فرار می کردید، منتظر شکست مسلمان ها بودید. حال داعیه خلافت مسلمان ها را دارید؟ خجالت نمی کشید؟ شما که پرونده و سابقتون اونه. این اولین از خصوصیات بیماردلان و منافقین و حزب سقیفه بود، اولین از عملکردشون در مخالفت با پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه فرارشون از جنگ ها بود. بقیه موارد رو انشاءالله در جلسات بعد ادامه بحث می دهیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باید بری، نه محض رضای خدا نگو، باید بری، نه محض رضای خدا نگو، دق می کنم بدون تو این جمله را نگو. فاطمه جان، زهرا بمان و زندگیم را به هم نریز، سنگ صبور من نرو از پیش من ای عزیز. باور نمی کنم که دلم را تو بشکنی، باور نمی کنم که دلم را تو بشکنی، با رفتنت به زخم غرورم نمک زنی. زهرا، شب عروسی من خاطرت که هست، زهرا شب عروسی من خاطرت که هست، مهریه زلال و روان خاطرت که هست. فاطمه جان، یادت که هست قول و قراری که داشتیم، یادت که هست قول و قراری که داشتیم، یک روح واحدیم شعاری که داشتیم. ای دل خوشی زندگیم می شود نری، زهرا جان، ای دل خوشی زندگیم می شود نری، از حال و روز من که شما با خبرتری. گریه نکن محدثه، غمگین نکن مرا،
گریه نکن محدث غمگین، نکن مرا با رفتنت قریب تر از این، نکن مرا. خاتون من قلندر خوبی نبودم، من را ببخش شوهر خوبی نبودم. با درد دنده های شکسته جدال کن، فاطمه جان تقصیر دست بسته من شد، حلال کن. دلگرمی علی به نظر زود می روی، دلگرمی علی به نظر زود می روی. 9 سال شد فقط، چقدر زود می روی. بعد از تو فیضهای خدا دیگر نمی رسد، فریاد مرتضی که به جایی نمی رسد. زهرا بمان و چهره غم را عبوس کن، زهرا بمان و زینب من را عروس کن. قصه به کار دل گره کور می زند، فاطمه جان قصه به کار دل گره کور می زند. خیلی دلم برای حسن شور می زند. زهرا نرو که بغض بدی در گلوی توست، فاطمه جان زهرا نرو که بغض بدی در گلوی توست. دامادی حسین و حسن آرزوی توست. حالا که اعتناب قسم ها نمی کنی، فاطمه جان حالا که اعتناب قسم ها نمی کنی، فکر حسین تشنه لبد را نمی کنی. دیدی که رنگ از رخ مهتاب می پرد، شبها حسین تشنه لب از خواب می پرد. در باغ میوه‌های دلت سیب نوبر است، این کربلایی از همشان مادری تر است. حرف از سفر زدی و تبسم حرام شد، حرف از سفر زدی و تبسم حرام شد. پیراهن حسین شنیدم تمام شد. باشد برو قبول، علی بی پناه شد. باشد برو قبول، علی بی پناه شد. باشد قرار بعدی من قتلگاه شد. باشد برو که کرب و بلا گریه می کنیم، باشد برو که کرب و بلا گریه می کنیم، با هم کنار تشت طلا گریه می کنیم. با همین اشکای چشتون بنشینید و انشالله روزه حضرت زهرا رو بشنوید. یا علی مدد، التماس دارم. السلام علیک ایتو صدیقت الشهیده. فرشته ها همه جمعند پشت در که تو را به آسمان برسانند این سحر، که تو را توان ماندن در این زمین خاکی نیست، بیا به اصل خودت هرچه زودتر، که تو را حصار معرفت خاکیان نمی فهمد، شناخت نیست بدانند آنقدر که تو را. خدا ملیکه ای از جنس دستهای خودش نیافریده برای زمین مگر که تو را.
خدا ملیکه ای از جنس دستهای خودش نیا فریده برای زمین مگر که تو را فقط به مدت 18 بهار و چند غروب سپرده است به این خاک خیر سر که تو را شبیه قنچه ببوید میان سینه خود نداده است بچینند با تبر که تو را دلیل داشت برای خودش خدای تو هم نشان نداد از این بیشتر اگر که تو را چرا که خاص به این خاکیان بفهماند کسی نداشته اینجا توان درک تو را چرا که خاص به این خاکیان بفهماند کسی نداشته اینجا توان درک تو را شب و روزهای فاطمی است شب و روزهای اندوه بچه های امیرالمومنین صلوات الله علیهم اجمعین که درد دل دارن زبون حالشون شاید این ابیات باشه با مادر که گفت مادر از سینه دگر آه شرربار نکش برخیز ولی منت دیوار نکش من شانه نخواستم به جان بابا از دست شکسته اینقدر کار نکش من شانه نخواستم به جان بابا از دست شکسته اینقدر کار نکش ای کاش که زخم سینه قوقا نکند خیلی این نفس از فاصله پیدا نکند پهلوی تو را همین که دیدم گفتم این زخم خدا کند دهن وا نکند پهلوی تو را همین که دیدم گفتم این زخم خدا کند دهن وا نکند امروز یکی دورنج مبهم داری امروز یکی دورنج مبهم داری از چیست که ناخواسته ما غم داری در بقچه روبروی من دقت کن من فکر کنم که یک کفن کم داری مادر بیتاب حسین آمده تابش بدهی انگار بنا نیست جوابش بدهی اصلا تو خودت بگو دلت می آید او تشنه شود نباش آبش بدهی اصلا تو خودت بگو دلت می آید او تشنه شود نباش آبش بدهی آسمونم قهر غما مهتاب نمیتابه ظرف سفالی حسین چند شب بیابه فرشته حرف نزنی که مادرم خوابه مادر من نای را رفتن نداره مادر من تا به علی گفتن نداره مادر من تا به علی گفتن نداره مثل گل لاله پیرهنش دونه 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 تو گلای خاکی چادرش رد خونه رد خونه رد خونه
هر کی هر جا داره صدای منو میشنوه و تصویر رو میبینه به این تو لحظان غمخونه حضرت زهراست این شبا اونم تو خونه بی بی و مول بنین و کنار ابوالفضل علیه السلام همه منو حلال کنید برای این یه بر هرچقدر دلتون سوخ برام فرج منتقم شد دعا کنید گوای خدا پیشونی مادر من تازگی پرچین از موقعی که زدنش درست نمیبین پهلو به پهلو که میشه خون میاد سینه مادر من کم که جراحت نداره مادر من شبا خواب راحت نداره مادر من شبا خواب راحت نداره همسایه همون که میگن دیگه نمیمونه 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 تو گلای خاکی چادرش رد خونه رد خونه رد خونه میومدن جلو چشای دخترش زینب از در خونه بیرون نرفته یه جوری میگفتن یا با نگاهشون میفهموندن یا به زبون این فاطمه دیگه رفتنیه این فاطمه دیگه موندنی نیست همسایا آی همسایایی که اینطور هستید آی همسایایی که گفتید فاطمه دیگه رفتنیه و آی همسایایی که گفتید یا شب گریه کنه روز آروم باشه یا روز آروم باشه شب گریه کنه دیگه خیالتون راحت همسایا بخوابی راحت تر همیشه صدای مادر ما دیگه بلند نمیشه السلام علیکم ایتو الصدیقتو الشهید ذات الاحزان الطویل في المدة الغليلة تهیه شده در شبکه جهانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام استودیو حضرت ام البنین سلام الله علیها کربلای معلا